الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وقدوة أمرنا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إمام نووي رحمة الله عليه 15 حديث را ذکر کرده می گویند که عن ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت و من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره و من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه رواه البخاری و مسلم. حدیث 15، اما حدیث 14، حدیث 8 که ان شاء الله یک جای شهر میتیم معنوش متقارب. ابو هریره رضی الله عنه، راوی اسلام، صحابی بزرگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم، روایت کرده میگویند که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چنین گفتند: کسی که به خدا با الله عز و جل و به روز قیامت اگر ایمان داشته باشد، سخنی نیک بگوید یا اینکه خاموش است. و کسی که به روز قیامت با الله تعالی و به روز قیامت ایمان داشته باشد، همسایه خود را احترام کند. و کدام انسانی که به خدا و به روز قیامت ایمان داشته باشد، مهمان خود را اکرام کند. این حدیث در صحیح بخاری و مسلم است. ابو هریره رضی الله عنه چندمین بار ذکرشان در حدیث ها آمد که میگویند که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که من از جمله صیغه های اصولی ها، صیغه عموم، من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، کسی که من کان یؤمن بالله، کسی که به الله ایمان آورد. مسئله خدا، کلمه خدایی که ما میگوییم، یعنی فارسی زبانان، اصلا یعنی نام الله عز و جل، اسم ذاتش این الله است. و الله عز و جل چنین نامهای بسیار دارد که حقیقتا غیر الله عز و جل دیگر یگان کس عدد نامهای خداوند کریم را نمیداند. برای آنکه در حدیث آمده است که پیغمبر صلی الله علیه و سلام گفتند که پروردگارا، ما تو را میپرسیم با آن نامهایی که تو آن نامها را در قرآن کریم ذکر کردی و با آن نامهایی که آن را به پیغمبران تعلیم دادی یا یگان برای بندگان تعلیم دادی و با آن نامهایی که در کتابهات نازل کردی یا اینکه با بعض نامهایی که در نزد خودت پنهان کرده موند، یعنی خودت میدونی خلاص، همه همون نام ها که می پرسیم که گفته دعا میکردم. این دلالت میکند که نام های الله عزوجل بسیار است، غیر الله عزوجل دیگر کسی نمیداند. و در حدیثی که بخاری و مسلم روایت کردند گفتند که ان لله 99 اسما 100 الا واحده من احصاها دخل الجنه. الله عزوجل 99 نام دارد. کسی که اگر آن همون 99 نام رو ازیاد کند، جنت به مدارات گفتم. معنای ازیاد کردن، لفظش ازیاد کردن، مثلا دانید که یکی از نام های الله تعالی رزاق، معناش یعنی الله عزوجل رزق دهنده است، صفت رزق دهندگی دارد. و همین به عمل میکنید کن، این به عمل کردن، فتقوا عند الله الرزق واعبدوه، خدا مواد که رزق در نزد خدا امید کنید، رزق بنده ها امید نکنید. و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، و در روی زمین یگان حیوان نیست، یگان چارپای نیست، مگر ذمه رزق و بر ذمه الله است، یگان الله تعالی رزق میدهد. در اینجا شما علاقه دانستید که الله تعالی نام رزاق دارد، معنیش دانستید، عمل کرید، رزق خدا امید کرید. هر یک چیزی که خوردید، درآمد کردید، میدونید که این از الله هست.
بازبانتان شکر میگوید به نعمت پروردگار داده، از خودش میپرسید، از خودش میداند و همینه میدونید که تا مدامی که شما عجل دارید رزق هم دارید. الله عز و جل هر یک انسان با رزق خودش آفرید، یکه اون کسی رزقش بر ذمه دیگر کس نپرداخت، حتی رزق فرزند بر ذمه پدر و مادرم پرداختگیش نیه، به معنای که وقتی که عرب ها فرزنداشون رو میکشتن از طرز کم و غلی، خدا گفت که لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، فرزنداتون از کم و غلی ترسیده نکشید، نحن نرزقهم و ایاکم، ما رزق میدیم فرزنداتون هم شما نام و هم شما هم رزق میده که ما، پس چی به شما باید چی به قتل میرسن؟ این جل شما یکت نامی خدای تعلیم گرفتید، دانیست که الله عز و جل قهار، نامی الله عز و جل قهار عذیب کرد، معنی قهار قهر کننده، یعنی صاحب غضب، اگر قهر کند الله عز و جل یعنی بدخشم صاحب غضب است، قهر میکند کسی که گناه کند، اگر الله عز و جل قهر میکند کسی که دین حقارت کند، پیغمبر حقارت کند، الله حقارت کند، دین اسلام مذمت کند، مسخره کند یا دیگر گناهی که بیره کند، الله عز و جل قهر میکند. این دانسته اکنون همین به عمل میکنه، میترسی در خدا که به قهار است، اینجا شما یکتی دیگه نامی پروردگار رو عمل کرید، این کتی شما نودنوت نامی الله تعالی و اگر عمل کنید جنت میدارید انشاءالله، عذیت میکنید. همه بهترین چیز الله تعالی شناختن. افسوس که ما شاید درباره بعضی انسان ها ساعت ها گب میزنیم، اگر یکان انسان اگر تعریف کنیم شاید دهانی ما کفک میکند، لیکن کم است که درباره الله عز و جل سخن کنیم. پروردگار عالم میگوید که من ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی، کدام انسانی که اگر من در تنهایی ذکر کند من وی در تنهایی ذکر میکنم، و من ذکرنی فی ملئین ذکرته فی ملئین خیر منهم، و کدام انسانی که من در نزد جماعت ذکر کند، در نزد یک گروه آدم ها در حق من سخن کند، من در حق همون آدم در نزد جماعت سخن میکنم که از جماعتی و بهتر است، یعنی در نزد فرشته ها میگو. بنابراین باید بسیار در حق الله عز و جل سخن کرده شود. امام غزالی رحمت الله علیه گفتن که ما عصی الله الا بجهل به او بشرعه، الله تعالی گناه کرد هر یک زمیننده وقتی که گناه اجرا می شود، این یا اینکه به سبب نشناختن الله تعالی یا اینکه به سبب ندانستن دین الله تعالی، وقتی که می دانستیم که کیه گناه کرده شدیم، کیه گناه کاری کرده شدیم، می شناختیم بزرگیشه، ما وای چی گناهکار نمیکریم. مثال عادیش از بین مردم، اگر یک آدم دانید وظیفه شه، منصب شه، کی بوده گیشه دانید، اگر حالا که گپایی سخت گفته که آتانه نمیه گفتید شایمان میشید که ما نسانی دانستیم کی بوده گیشه، دانید که این فلانی به معنی میشینید پیشنده، این ولی الله المثل الاعلى، الله عز و جل مثال عالی است، باید بزرگی خدای کسی که داند سانی گناه نمیکند. هر یک آدمی که گناه میکند یا خدای نمیشناسد، بزرگی خدای نمیشناسد حقیقتا، یا اینکه باید دین نمیداند که دین همین چیز حرام مگد. حقیقت باید درباره الله عز و جل بسیارتر سخن کرده شود. الله عز و جل میگوید که ولو انما فی الارض من شجرت اقلام والبحر یمد من بعده سبعت ابحر ما نفیدت کلمات الله، اگر تمام درختان روی زمین اینها قلم شوند و تمام آن بحر و اقیانوس هایی که در روی زمین هستند اینها رنگ شوند و بر بالای اینها هفت مراتب دیگر با رنگ ریزیم، سپس با نمون ها در حق بزرگی الله، در حق سخن های خدا اگر سخن کنیم، ما نفیدت کلمات الله، سخن های خدا تمام نمی شود، سخن در بزرگی الله عز و جل تمام نمی شود. نام اساسی الله عز و جل این الله است و غیر این نام های بسیار دارد، لیکن گفتیم که کدام انسانی که 99 تش اگر عذیت کنه در همون قدر نامی بسیار و انشاءالله وارد جنت جاویدانی می شود. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، کسی که به الله تعالی ایمان بیاره، مقصد کلمه خدا و اشاره کردنش دیم برای اون که بسیار مردم
سوال میدن که آیا الله تعالی خدا گفتن درست است یا نه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در فقه اکبر گفتگی هستند که و یجوز ان یقول بروی خدا، و جایز است که انسان در وقت قسم گوید که بروی خدا، یعنی قسم بروی خدا گوید درست است. این کلمه فارسی بروی خدا یعنی بروی خدا. و اینچنین در فقه ابسط گفتن که و یجوز ان یقول خدای تعالی، و اینچنین گوید جایز است که خدای تعالی گوید. و یکچند عالمای عقیده بسیار شخصانی که علم عقیده و یعنی جا پیشرفتگی دکتر و همین مسئله ها استاد هستن، همون های من زبانشون عرب مسئله خدای پرستگی هستن، همه اونها اجازه داده گیم که خدا گفتن درست است. یعنی خدا معنای خدا اله الله نه، چونکه نام ترجمه نمیشد اصلا. ترجمه شودم یعنی ما یکان آدم ترجمه این نامش که نیدانه میکنیم. مثلا یک آدم عبدالله، هیچ محل نمونه میگویم که بندی خدا نمیگویم که ترجمهش که نمیگویم. حتی همون انگلی و آدم عبدالله میگوید، امریکا و آدم عبدالله میگوید، سعودی و آدم عبدالله میگوید. نام ترجمه نمیشد اصلا، اگر کنده که ترجمه کرده شودم، لیکن آدم و نامی خودش که میگیرم. هم با اصلا نامی الله تعالی این الله هست و ترجمه نمیشد اصلا. بعضی عالم میگن که از کلمه اله گرفته شده، یعنی به سبب بعضی تصرفات الله شده گی. لیکن خدا یعنی اصلا ترجمه اله هست، یعنی معبود، ذاتی که عبادت کرده میشه. اما خداها بسیار است، لیکن همش خداهای باطل است. الله عزوجل در قرآن اثبات کرده که از دیگر خداهای میگوید که دنیا تمام آن خداهایی که هستن همش خداهای باطل هستن و یگانه الله تعالی خدای حق است میگه. بنابراین خدا گفتن درست است، لیکن بسیار در مردم نام الله تعالی شاید نمیدونن. خدا میگن رایان که آن خدا گفته دیگه چیزی هم در نظر دارد. باید ما الله تعالی بوده گشه بسیارتر چی تعلیم دیم. الله تعالی نامشه گرفتم بهتر از خدای گرفتم، لیکن خدایم درست است. من کان یؤمن بالله، کدام انسانی که الله تعالی ایمانش باشد. درباره ایمان هم انشاءالله ما سخن کردگی هستیم در درس های گذشته. ایمان آوردن و الله تعالی این دل کتی تصدیق کردم که حقیقت غیر الله عز و جل دیگر خدای حقیقی نیست، و زبان که اقرار کردم لا اله الا الله بهترین کلمه. از سبب این همین کلمه الله عز و جل زمین و آسمان خلق کرد، پیغمبرای فرستاد، کتابهای فرستاد، همش تا اینکه مردم دانند که در این عالم غیر الله عز و جل دیگر خدا نیست. مقصد اساسی الله عز و جل از بنیاد کون، از فرستادن پیغمبرای فرستادن کتابها، اینقدر زحمت ها میکشند، اینقدر میراث خورانشان از قفاهاشان زحمت های بلاهای مشقت ها دچار میشوند، همش به سبب لا اله الا الله، برای نهیم به دعوت، تا اینکه دانند همه مردم که غیر الله عز و جل دیگر خدای حقیقی نیست. الله الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، الله تعالی ذات است که تمام آن چیزی که در زمین است برای شما خلق کرد. خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن، هفت قبض آسمان خلق کرد و از زمین هفت دیگه مانند آسمان ها خلق کرد. لتعلموا ان الله على كل شيء قدير، این قدر کارا یتنزل الامر بینهم، بین زمین و آسمان ها امر نازل میشد، وحی خدا نازل میشد، حلال و حرام نازل میشد، تا اینکه دانید که الله عز و جل به همه کار قادر است. میگه الله تعالی همین دانید گفته ما زمین و آسمان رو خلق کردیم. لولا کلمه خلقت الافلاک، این حدیثی موضوع، اگر تو نمی بودی ما زمین و آسمان رو خلق نمی کردیم، گویا که در حقی پیغمبر گفته که باشد، نادرستین. الله عز و جل همه مخلوقات تا اینکه دانم که الله تعالی یگانه است برای همین خلق کرد. حقیقت الله بوده که دانم دیگر خداها همش باطل است، این خداها دستاشون هیچ نمی بیاد و اینها مانند قطمیر هم یعنی مالک نیستن. قطمیر وقتی که همون خرمایی که در همون دولت های عرب می روید، همون خرمایی وقتی که می خورید در دانکش یک پوستی تنوک دارد، یک پوستی سبوک. می گوید که خداهایی که مردم و یک خدا گرفته عبادت مکنند مانند پوستی همون هم چیه؟ ملک ندارن، هیچی عدستشون نمی بیاد، هیچی ندارن آخه، نخواد انسان همون عبادت کنند. الله عز و جل و کسی که اگر ایمان داشته باشد، ایمان گفتیم که زبان کده میشد، قلب کده میشد، عمل کده میشد. کی دلش که یگانگی الله تعالی ایمان بیارد، دلش که تصدیق کند که غیر الله تعالی دیگر خدای حقیقی نیست، زبانش که همین اقرار کند،
صانع عمل کنه دگر دلالت به صادق بوده که ایمانش میکنه. اگر عمل نکنه ما آدم ها زبانش که هر یک گفه میگرد و تا فعلا عملی واقعی اجرا نکنه حساب نیه. در هم که همه استاد گاب میزند، لیکن وقتی که حقیقت عمل میکند سانی معلوم شد مومی بوده شما. صدقه هم صدقه نامیده شد، از کلمه صدق گرفته شده، صدقه به صادق بودن شخص مومی میکند. وقتی که از جن دل و جان جگنش کنده پول میبره را در راه خدا، خاصتا آن انسانی که دست راستش صدقه کند دست چپش نمیفهمد، این دلالت به صادق بودن ایمانش میکند. حقانی یگانگی الله تعالی ایمانش بوده است. برای آنکه الله عزوجل میگوید که من الذی یقرض الله قرضا حسنا، کی به الله عزوجل قرض حسن میدهد؟ حاضر اگر شاید بعضی انسان ها ما رفته اگر قرض پرسیم خدا مو روی خاطر کرده قرض میتیاد. من الذی یقرض الله قرضا حسنا، کی به الله تعالی قرض میدهد؟ مگر الله تعالی کی الله تعالی قرض حسن میتیاد؟ قرض به پرسنت فیضاعف له اضعافا کثیرا، سنی الله عز و جل مضاعفا مضاعفا گشته تیاد. الله عز و جل برای چه خودش به قرض پرساز؟ خودش به نه، همین بنده هاش به در راه خودش با همین خلق به صرف میکنه. لیکن الله عز و جل من با گساز تا اینکه همه داند که الله عز و جل وقتی که قرض میگیرد خیانت نمیکنه، گشته میدهد. و تا اینکه آدم دیهنده هم باوری حاصل کند که ذات امانت به خیانت نمی کردگی ذات پول داساس. و یک چیز داند که ملیک الملوک به قرض است، پادشاهی پادشاه و پادشاهی که گشته می دید. فیضاعف له اضعافا کثیرا، سنی مضاعفا چندین مراتب گشته ای و گشته می دید. در سوره بقره می گوید که مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبت انبتت سبع سنابل، مثال آنهایی که در راه خدا صدقه میکنند، در راه خدا خیر میکنند، مانند یک دانه گندم است. انبتت سبع سنابل، هفت خوشه سبزانید، از یک دانه که کشت کرده هفت خوشه برآمد. فی کل سنبلت مئت حبه، در هر یک سنبوله یعنی خویشه صد دانه دانه شد. چند شد؟ 700 تا. بو دانه شد که والله یضاعف لمن یشاء، الله تعالی با کیو خواهد مضاعف کرده، یعنی دو چندو چندین برابرها اضافه کرده دادن با قادر است. بنابراین حقیقت کسی که داخلش اند ایمانش باشد، زبانش که تصدیق کند، عملش که تا تصدیق نکند ایمانش ایمان نه. اگر کدام انسانی که زبانش که گوید و دلش که تصدیق کند مؤمن میشود، شیطان مؤمن بود. شیطان فبعزتک لاغوینهم اجمعین، قسم به بزرگیت پروردگارا ربی، فقط از پروردگار عالم یاردم میپرسد. اگر یگان کس وسوسه کردنی شودم قدرتش کی نیست، الله عزوجل یاردم میپرسد. در قصه ایوب، وقتی که ایوب میبیند که یک پیغمبری خدا ترس بای با آبرو خشرو صاحبی فرزندان بسیار، صاحبی پول و مال بسیار، عددی شکرشون رو نمیدانستم، عددی گاوشون رو نمیدانستم، عددی گسپنداشون رو نمیدانستم، به این نهایت بای بودم. شب و روز شکری پروردگار میکردم. همین قدر شیطان حرکت میکرد، از دستش یکان چی نمی آمد که گناه کنوند. اخیر چی؟ نزد فروردگار و بانون فروردگار اجازت ده که من مال و ملک شروانم. گفت که الله عزیز لکه ذلک، تو همین از مرحمت گفت نتانیست. وقتی که بدنشان با گذشت اومن قصه دراز، مقصد اساس شیطان به اجازتی فروردگار همه کار با قدرتش نمیرسن. الله عز و جل پرسیده زده سانی کار میکنه. ربی لاغوینهم اجمعین، پروردگار قسم به بزرگیت همه همی فرزندان انسان گفت گناه کنم، دوزخ بکشنم کنم. وقتی که الله عز و جل از درگاهش رام آدم و سرخم نکرد، سجده نکرد، الله عز و جل وقتی که شیطان رجیم گردانید و لعنت کرد، شیطان گفت که پروردگارا انظرنی الی یوم یبعثون، پروردگارا تا روز قیامت من مهلت ده،
মানে আজব নাকি না মোহলাত থেকে মানে হয়ে দাওয়াত বদুজাহ কোনা আল্লাহ আজাজাল কি ইন্নাকা মিনাল মুনদারিন তো আজ জুমলে অনয় কি মোহলাত দদে শুনি দেনি দাগার শয়তান আল্লাহ তাআলা ইয়ারদামে করসা আল্লাহ তাআলা ঈমান আশাই দিলে শান্তি মেদনাত কি গায়রে আল্লাহ তাআলা দিগার খোদা নেস জবান আশকে দে মেগত কি غير الله تعالى ديگر حتى در جنگ بدر کافرای وای وسوسه کرده گفت کی خیز جنگ روید من همراهی شما افت در شکل سوراقه ابن مالک صورت یک مکگی به در اومده اینهای گران اومد وقتی که جنگ سر شد روی به گریز آورد روی به گریز آورد چون کی گفت کی انی ارام لا ترون من یک چیزهایی میبینم که شما نمیبینید گفت دید جبریل میکائیل فرشتگان الله عزوجل فرامده پیغمبرش و صحابه های پیغمبرش یاری دا می دیدن صحابه ها که پیش از اون که شمشیر رسد اول سر می پارید تعجب می کردن برای اون که فرشته های الله عزوجل فراورده گیدن همه شیطان گریخ گفت که اینی ارام علا ترام من یک چیزهای می بینم که شما نمی بینید اینی اخاف الله من از الله تعالی می ترسم افته گریخ شیطان الله تعالی زبانش کتی دلش کتی صد فایز ایمانش های لیکن وقتی که سجده کن گفت و آدم سجده نکرد بعض عالم ها میگن که وی الله تعالی سرخم کرگیش سرکشی کرگیش نه سجده ده آدم با سجده نکرد وقتی که آدم با سجده نکرد یک ده الله عز و جل دنیا آخرتش خور کرد دنیا در رژیم و لعین کرد و در آخرت تمام آنهایی که به دوزخ می روند پیشواش و سببگار شیطان است به سبب یک سجده ای که با انسان به سرخم نکرگیش با الله عز و جل می خیلی کرد پس چی باشه حال آنهایی که در یک روز 32 رکعت نماز عبارت از دوتگی سجده چمیشد 64 سجده رو سرخم بکنن خب اگر فرضهای گریم کرد حد رکت فرض دوتگی اگر زر زر میگرد دوتگی سجده شد هم 34 تا سجده نمکنن یک روز به یک سال به چقدر سجده نمکنن چی باشد حال آنهایی که پیشانی های آنها سجده اینه دیده دنیا میگذارن من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت کدام انسانی که به الله تعالی ایمان بیارد ایمان آوردن هم زبان هم دل هم عمل کرده میشه کدام آدمی که گفتی اسلام کرده عمل میکند نماز میخواند روزه میدارد زکات میدهد موافق گفته های پیغمبر کرامی و صحابه های کرام و علمای اسلام که تفسیر آیات قرآن است همین ها کرده عمل میکند این است مؤمن برای اون که عمل میکند هم عملون بالجواره این عقیده اهل سنت و جماعت عملون بالجواره هم ایمان این زبان کتی دل کتی عمل کتی فقط دهان و دل کتی نه کسی که اگر الله تعالی ایمانش باشد والیوم الاخر روز آخرت و روز قیامت و وای دنیا و این دنیا دنیای فانی دنیا از کلمه دنو و گرفتش رو معناش نزدیک یا اینکه دنی و گرفتش رو معناش پس چون چیزی پس لو کانت دنیا عند الله یزین و جناح بعوضت ما سقى الله کافرا شربت ماءی در سنن ترمذی حدیث انس است پیامبر صلی الله علیه و سلم که اگر دنیا در نزد الله تعالی مثل قنات پشه خاموشک وزن می داشت کافر و آب نمی داد قصر اون طرف است و ماشین های وایمه اون طرف است آب نمی داد یک قطره آب نمی داد دنیا در نزد الله عز و جل قدر و قیمت داده کی به رواز فرق نمی کند الله عز و جل فرقش نه دادم میگنم چونکه دنیا قدر ندارد بلکه دنیا لعنتی هست در نزد پروردگار بنابراین برای کافر و مسلمان برای همه میده لیکن ایمان فقط بنده های خاصش میده الله پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه کسی که الله تعالی ایمانش باشد روز قیامت به ایمانش باشد بعد مردن سوال و جواب است عذاب است و حساب است و رحمت است اگر دو بیناز باشد اگر سانی جنت است و دوزخ است همین ایمانش باشد اگر فل یقل خیران گفی ناز گوید اول یسموت یا اینکه خاموش است همه همین گفه برای همین یک جمله گم یا گفی ناز گوید یا خاموش است اما امام شافی گفتیم که امام نووی نقل کرگی یعنی معناش گفتیم که سخن میکرگی شاید یک لحظه اول فکر کنه
همین سخن ایمان نیک است یا بد است. نیک باشد گویا فایده می آورده که باشد گویا فایده عمومی ده، یک کس به فایده و دیگر کس به ضرر باشد هم نه، همیشه یعنی چی در میزان ترازو مونده بیند که همین سخن حقیقتا در میزان شریعت سخنی نیک است یا سخنی بد است، همین فکر کنند. سنه اگر نیک باشد گویا، اگر بد باشد نگویا، اگر نه نیک باشد نه بد باشد چی؟ هیچی، زیانش هم نه فایدش هم نه، گوید یا نگوید. خب پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتن که اگر مغز باشد گوید، اگر مغز نباشد نگوید. یعنی سخنی که فایده نمی بیارد و یا هم مغز نه. لیکن فرض کرد که شما یک آدمی نماز خوان، یک جا مهمانی رو رفتید و یک جا اشتید که همجنگو همش به نماز آدم ها، همونجا مثلا خب قواقتون گیرم اگه جا میان کتشتم هید گفته مثلا امین غضب کره قواقتون گرفتم خیلی میشد ده گفوی و هم معقول نمیشد، خلقاش هم معقول نمیشد، آدمی دین دار به غمگین میشد، کهی به همجه خستم برام کهی به وقتش میشد، مثلا همین خیلی حالات هم میشد. این خیلی حالات مثلا شما حالی فرصتی آن نامد است که درباره دین گفت زنید یا سخنی نگوید، لیکن ممکن است که سخن عادی گوید، یعنی برای دور کردن وحشت. یعنی یک مسلمان خیلی آدم نیه که وحشی باشد هیچ کسی سخن نکند، بلکه پیامبر صلی الله علیه وسلم تعریف کرده که احسنکم اخلاقا، روز قیامت من به همه نزدیکترین آدم ها آنهایی که خلقانشون نست، الذین یعلفون و یعلفون، آنهایی که گفتن الفت میشن. یعنی الفت از کلمه اینه ما استفاده جای گنده میبریم، لیکن الفت معنی الیف یعلف و تعلیف، الفت یعنی دوستی پیدا کرام، یعلفون و یعلفون دوستی پیدا میکنند. یا اون کس واقعی شنیدگر در رو اینکه دی چخچخ کرد چی خودش گاب میزند، یعنی همین خیل باید یک چهره شک شده یه آدم خیلی اکتونیت گپی راسته که خنده آور درست است گفتم، همین خیلی گفت درست. لیکن میبینه بیهوده همه مثلا اهل جمعیت اهل خیر طالب علم مسلمان این حاجت ها و این حالت ها سخن های مباح، حالا که سخن مباح وسیله به سخن ثواب است و این مباح گفته شما پیشش هم دیگر کسی دربار در نظر دارید، شما گفتی دنیای مگوید حقیقتا شدگی گفت مگوید مثلا یا واقعی شدگی مگوید حاصل عظمین گرفته کتان مگوید، یعنی ایگان گفید بیان نه ثواب هم نه گناه هم نه، لیکن از کفای این سکین اینکه تی الفت شده گیران سانی دیگه گفی نغزه نگوید. این حالت ممکن پیامبر صلی الله علیه وسلم ممکن کدام آدمه که الله تعالی ایمونش باشد روز قیامت به ایمونش باشد سخنی نگوید یا اینکه خاموش است. این همه جوه حتی بعضی عالمه ها گفتیم که اگر گفتیم همین خدا ما با کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، دوتا فرشته ایمان دهید ما یا هر یک کارمای ما یلفظ من قولین الا لدیه رقیبون عتید، هر یک سخنه که میگویم هر یک عمله که میگویم اینها می نویسن، فرشته ای که در کتف راست از کارهای خیر می نویسن، فرشته ای که در کتف چپ از کارهای بد می نویسن، اینها می نویسن. بعض عالم ها گفتیم که اگر انسان کاغذ کاغب میشد لغت عرش به کاغذ خودش خریده میدادی ها ور کاغذ اپولی خودش میشدنی هر یک کس گفت کم میکرد بودیم، تصور کنید ده این بعضی گفت های ما شبوره زمان نیسته نشده کار روز یعنی این یک جمعه آزم درسی که گذشت دیم و صحبتی که گذشت دیم همین مثلا یک ساعت میشدن کی خواهد همینه گرفته اینجا اگر نویسته دگر 50 صفحه میشد 50 صفحه 60 صفحه قاب میشد. اگر همین ما دانیم که خیلی الحمدلله امید میکنیم که این گپای نغز است، چون این پیامبر گفتن که یا گپی نغز گفت یا جیم است، گپی نغز گفتیم انشالله امید میکنیم که این به انشالله بی پول از کاغذ است، لیکن موندگی چیزها هم به انسان بخوار شود اگر کاغذ عکسی خودش میشد گپا کم میکرد گفتیم گپی عجایی. خیر درباره
سخنك عم گفتان حدیثی دوازدهم حدیثی ابو هریره هم همین در بار میگرفت کی کسی که اگر از دیوگی اسلامی مرد است ترک کردنش اون گپ کارهایی که برای فایدهش نیست. این حدیث همین هم در بار میگرفت. حتی بعضی علما گفته که اصولی فنی آداب چطور حدیث گفته کی یک تاش حدیثی من حدیثی گذاشته که من حسن اسلام ماری ترک و مالا یعنی از زیباگی اسلامی مرد است ترک کردنش کارهای بیفایده. هر یک سخنی که بیفایده است ترک میکنم. هر یک گپی کاری که بیفایده است ترک میکنم. این دلالت به زیبا بودن اسلامی همی اقدام مسلمونیش کامل. یکتش دویومش من کدام آدمی که لا یومین و احدکم حتی یحب لی اخیه ما یحب لی نفسه مؤمنی حقیقی نمیشود یکی شما تا برادرش با خودش به دوست میداشته که دوست ندارد. هر چیزی که برای خود دوست میدارید برای برادراتون هم دوست دارید. هر چیزی که برای خود بد میبینید برای برادرایون بد بیرید. این هم دویومین حدیثه که اصول آداب همین هم ده. سیمش حدیث امروزه که از سه جمله عبارت است. چهارمینش حدیث 16 هم هم بیاد که پیغمبر یا آدم اومدن بفرست که یا رسول الله من یک نصیحت کنید نصیحتی کنید که همیشه دربار گیرد نگم دین دربار گیرد گم غضب نکن ما با نصیحت کنید گم غضب نکن مگم این خدا خواهد 16 هم حدیثان در ترجمه کنید هم چوک تا حدیث کتیان عموم آدوب همین میگرد آدم های مواد که ای دواره آدوب هم گفت زنید چو اهلی مسجد نمازخونه بسیارو آداب میکن این قدر نه علم هست تو آداب نیست مگم همون علم نیست که آداب نیست بعضی هم میگن که علم نگرفته آداب گرفتن در کار مگم مقصد علم آداب گرفتن در کار و هم علم هست کتاب های ادب هست امام بخاری ادب المفرد گفته کتاب نیستگی با خودی صحیح بخاری نه کتاب ادبشون های در نشانده بنابراین آداب انا همین حدیث یکی از جمله بزرگترین حدیثایی که اکثریت آداب در بر اهم بهترینش نبینید یا سخن یک میگویید یا خاموش میسید حالا این گپش ادا نکره منم گاز زنم وکارده چون که عقطار نمونم وکار ای گپ خود دروغ بله یا گپ گفتن وکار که خمامه وکار خود دروغ باشد خود راست باشد بعضی ها گپ نزنم اهمون گپ زنیش میفهمید بی سواد بوده گیشه اهمون گپ زنیش میفهمید بی مردنیت بوده گیشه هم همین گاب زن میفهمید کی بوده گیشه دلو خودش نشان میتد گاب زنیش هم دو وقتی که انسان گپی درست که ندارد خاموش کنه تو ادیگر ها استفاده کنن ادیگر ها استفاده کنن خب دویومین جمله در پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگن که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره کدام انسانه که الله تعالی ایمانش باشد روز قیامت به ایمانش باشد همسایش اکرام کند احترام کند همسایه در شریعت اسلام 40 در گفتیم لیکن بعضی علماء ها گفتیم که علماء های معاصر این حاضر زمان موافقت نمی کند برای اونکه گفتیم که حاضر اگر 40 در گریگر یک محله می شد گفتیم لیکن پیش زمانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده یک ده خانه مهم بود ده آنمین در میدروی همشه میگه خوابگاهشم آشخانشم مهمان خانشم همشه میگه یک تا خانه با بالاش بین دیوال کتی بین شیفت پور را روس نبود نیمش کشده گی بود اسمش اکشی مردم نگاه دارد بالاش آفتاب نگاه دارد و عبارا نگاه دارد کفایه بود حتی در آز زمانی پیغمبران در پردش نبود که قرآن تعلیم میداد که اگر جیغ میزده که شیطان نیدا میکره شیطان یک بچه که در به این طرف ایستاده جیغ زند میانه ایستاده جیغ زند ببینید در این خانه یه. برای چی دلال اون با حضرت آجو گفته که وای روزها خانه ها پرده نداشت کتن در اون طرف ایستاد پرده نداشت همین خیلی زمان این مردم پیش همون زیر درخت و همین کپ پایی میخواد چیز اکتی زندگی میکنم خلاصه همسایه و این زمانند چیلت اگر همین خیلی باشد اگر دور نمی رفت لیکن حاضر زمان بخیر شاید من حاضر آن جایی که سیر آشیانه هست ده اتجه باشد اگر هر یک اتجه هنده چپتا که خانه یک خانه که دو خانه که سی خانه که چپتا کورتیره داره شای های همجا چیلته همه ها همسایه بشه لیکن این مسئله و انشالله قولی سهی میخیل که عرفنده کی همسایه گفته بشه بشه همون همسایه عرفاندا مثلا کی های همسایه مگویتون ها همسایه نازمی مگویت کو مثلا کی عرفان
همسایه مفتگی باشید همون همسایه. حتی اگر شما یک جا روید که مثلا شهری کنی بودم یک جای معیم به جا شوید، اگر دوتا محلگی مثلا نیاز بکتی کوچکه که یک نمایدش یک جای اجتماعید همتوش همسایه حساب میشید اونجا. اهم آدمی نزدیکش نیاز بکی کوچکه که مثلا این هم همسایه میشن، چونکه همسایه چند جام دیگه. حتی الله عزوجل همسایه ها تامن یکی کن تامن مگه در قرآن کریم مقصد زنا تامن مگه، چونکه اهم همسایه نزدیک چی؟ خانمده زنش. و اینچنین همسایه در تجارت بازارنده مغازش همسایه، و اینچنین همسایه در سفر، یعنی همسفری شما جار میشد شما و همسایه همه هم با الله عزوجل یکی کرم با امر میکنه. در سوره بقره و در سوره نساء و در یک چند جای قرآن کریم الله عزوجل همسایه و نیک کرم و امر میکند. و در این حدیث هم میگوید که کدام آدمی که یعنی معناش مؤمن باشد از دوزخ ترسد جنت امیدش باشد، الله تعالی ایمانش را همسایش اکرام کند. حقوق همسایه، همسایه سه خل میشد: همسایه مسلمان و هم همین همسایه خیش. این همسایه سه حق دارد برای ما: حق همسایگری، حق مسلمانی، حق خیشیگری. حقش بزرگ برای هم که بعضی های همسایش امکش باباش هم میخیر یا مادر خودش هم به چی؟ همسایه وقتی که کی هست یعنی نزدیکش هست، در این حالت سه حق دارد. سه تا حق باید با گردن گرفته آنهای احترامی بسیار یعنی به درجهش بیاره. اما اگر همسایش خیش نباشد، مسلمان باشد همسایش باشد، در این حالت چی؟ فقط دوتا حق هست: حق همسایگری، حق مسلمانیش. و اگر همسایش کافر باشد در این حالت یک حق هست. نگویدان که بعضای همسای من بی نماز نمیدارم زند و مرد توی و یش و معرکش به نه، وای همسایه کافر باشدن برای ما حق داریم. حق همسایگری، حق همسایگری فقط. بنابراین باید هر یک انسان حقوق همسایه ها را مادامی که ایمان به الله عز و جل داشته باشد و پیغمبر داشته باشد و روز قیامت داشته باشد، حقوق همسایه های چی؟ به جا بیارد. حتی میگویم که اطلب الدار اطلب الجار قبل الدار، همسایه پیش از چی؟ خانه اول انتخاب کن. میگم برای آنکه حقیقت بعضی انسان ها هستند که از سبب بد معاملگی همسایه هاشون چی کردگی؟ خانه فروخته دیگر جا رفتگی. یا اینکه میگوید که من خانه می عوض میکنم سببش بودید همسایش بلا میمونم، همسایه سبب. باید انسان چی؟ حقوق همسایه سخت به جا آورد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگویند که مازال جبرئیل یوصینی بالجار حتی ظننت انه سیورثه. این اصلا حضرت عایشه دیدگی هستند، میگن که بینم پیغمبر یک آدم اومده یک خیلی راست استونده قبض اساس، یعنی جبریل اومده که صورت انسانینده. فقط پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که مازال جبریل، جبریل من گفتان گرفت گفتان گرفت، یعنی همسایه بن یکی کن همسایه بن یکی کن همسایه بن یکی کن، گفتان گرفت گفتان گرفت. حتی ظننتو، حتی گمان کردم که این حاضر آخرش رو مگد که تو موری همسایه میرست مخورد مگد که توی کرم گفتان تا همین درجه. حتی حضرت عایشه مگد که من به رسول الله صلی الله علیه و سلم شفقت کردم. میگم این کی بود است که رسول الله صلی الله علیه و سلم این قدر آدمی پیره کیه راستی سویان در عذیت و دیه خیر سخان کرده است؟ گفته شفقم آمد، رحمم آمد. میگه در حقی پر همسایه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که لا یمنع جار لجاری، یک همسایه همسایهش من نکند این که گوید که بولیم دیوالت به چوب میمونم، گودگر من نکند گفتن. بنابراین همه وقت اگر شما خاصتا دیوالی بین همسایگری باشد، همون جایی که امارت میکردگی شوید، خاصتاً حاجت خانه میساختگی شوید، یک بار اگر اجازتش گرفته معامله این دنیا میگذرد میرود. یکان
حیکی از حقوق همسایه دیوالهای بلند کردن دکه این همسایه به نظر کردن دکه نه یکی از حقوق همسایه بلی بوم بروم ده خانه همسایه نگو کردن ممکن نه یکی از سبب کفتر حرام بودگیش برای اونکه بلی بوم بروم ده خانه همسایه نگو میکنن یا رسول الله ایزم به اعظمو یا رسول الله کلانترین گناه چیست تنکه انتجعل لله ندن و هو خلقت بزرگترین گناه آن گناهی که الله عز و جل و شریک آوری یکان دیگه مخلوقه حالا که الله تعالی توی آفرید و انتوزانی به حلیلتی جاریک و اینکه زنا کنی دختری همسایه کتی یک آدم میدود که همون یک جوان همسایه در آمده هر روز کلیند همسایه کتی نعوذ بالله زنا میکرست تلفن میکرست هست شد برفت میشون برفت در آمده زنا کرمه حتی چند مراتبه برده فرزندش رفته اسقاط یعنی ابورت کرده تا همین درجه مردم بنابراین حق همسایه بزرگ حق همسایه بی‌نهایت بزرگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که منبر رو برآمدن آمین 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 گفتن آمین 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 گفتن هر یک زینه رو نگیده آمین آمین گفتن پس صحابه ها بعد خود گفتن که یا رسول الله چی شد که شما دیدیم که بلی منبر رو برونده آمین 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 گفتید گفتن که من وقتی که بلی منبر رو بروندم جبریل آمد و گفت که کدام انسانی که پدر و مادرش در من داشت سینی کلان سالی و رو دوستانی جنت به ندارد خدا بین نیش زمین به مولد خوش شود گفت که آمین گفتم قل یا محمد و آمین فقلت آمین ای محمد آمین گفت که آمین گفتم جبریل آمین گفته گی پیغمبر آمین گفته گی در حق آن آدمی که پدر و مادرش در نزدش کلام میشد سینی کلام سالی میرسد و سنی جنت به ندر آدگر یعنی همین پدر و مادر به نیکی کره ایسد جنت به ندر آد بینیشه به خاک مولاد خور شد فیگا سنی دویم منبر به برون بودم که جبریل گفت که بینیشه به خاک مولاد یعنی خار شود آن آدمی که همسایش اذیت میدهد گفتم آمین گوه پیغمبر گفتم که آمین سیمش گفتم که جبریل گفت است که بین نیشه به خاک مالد آن آدمی که ماه رمضان به آخر میرسد و گناهش بخشیده نمیشد نخواب ماه رمضان تمام شد و گناه همین آدم بخشیده نشود یک ماهی که الله عزوجل به کین که ها میبخشد نخواد اگر همین قدر شهری رحمت شهری که دوزخ ماهی که یعنی دوزخ بسته شده گی مقصد از شهر ماه است ماهی رحمت ماهی که دوزخ بسته شده گی ماهی که شیطان ها بسته شده گی با وجود همین اگر مغفرت کرنه شود این هم خار شود گفتم پیغمبر در بعض روایات اینه کسی که صلوات نگود اگر من با و هم در نزدش نام من ذکر شود و صلوات گفته نشود اگر و هم خاک بچی بینیشه مالات گفتن یعنی این حدیث دلالت به بزرگی حقوق همسایه میکند حتی یک آدم شنید است که همسایش خانش فروش بمانده است چند فور گفت 1000 دینار کتود است خریدار بده خریدار تاست که خانت 500 دینار رو میارزد مثلا یک برابر هیچی قیمت نمیگد که همین خانه 500,000 دلار بشد هیچ که 1,000,000 دلار نمیگد که آخه یک برابر چون اینقدر مثلا 1000 دینار میگوی گد 500 دینار خانه 500 دینار همسایه این خیلی همسایه من با اینه که یفته نمیتونی بفت این گفه وقتی که همسایه میشنود سببش هم که میپرسد همین خیلی میگد چون این خیلی گفتی گد چون که میگد 500 دینار حق همسایه گری حق همسایه نیک 500 دینار چی؟ خانه گفتم بعد 1000 میتیانو میگم که شین اینجا زندگی کن خانه تن افته همسایه چه حقیقت میارزید دست پسا دینار ده و نه پولا دادن چوه کن خانه تا فروش شما دیگه قرض مایب سگی قرض می 1000 دینار رو گیرو قرض تا صاف کن خانه تن زندگی کرن گیر انا میخیل میشه همسایه انشالله در باره حقوق همسایه گری یک جمعه الهیده ممکن ازان ذهبی یک تا کتابشون حقوق الجار یک مجلد درباره همسایگری یک کتاب میسته یعنی امام ابو حنیفه ما میدونیم که همسایهشان یهودی حاجت خانش طرفی خانه امام بکر میموندگی حاجت خانه پایین و بش کجا میبرد خانه امام رو میبرد امام دادگاهی ها اگر اطرفی خانه همسایه تا پوچک تربوز بیاد چی ما چه کنیم این طرف سنگ میرم
اگر اوها نہ رو دگا آؤں طرح وقتے کی نجوسات میں اومد بارا تگش بھی اکتے فقیر میں اومدیا پور کی شد شب بر افتے پارتوفتے میں اومدیا پور کی شد پافتے میں اومدیا چندین سال ہو میں گزرد جیم ابو حنیفہ بھی دیدہ اخلا ہا قورت آنے میں کنن گپ آنے میں یا ہم قورت مغز میں آنے میں گو سنے گزرد کی چوئی خیل چیز دیگر اب من خبرت آئی میں کیا ہم خیل مکنام گفت ها مثلا چه میکنی که خیلی میکنم ها چه کن تو من که در آمده جنجال نمیکنی گفت برای اون که دین ما امر میکند که همسایه احترام کنیم گفت اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله شهادت میدیم که محمد الله عز و جل یگانه است غیر الله تعالی دیگر خدایی نیست و محمد صلی الله علیه وسلم چی حقیقی پیغمبری الله عز و جل می باشم مفته مسلمان میشه به سبب امام اعظم امامت امامی که منم با این سال سال بزرگ داشت اعلان کرده جشن میگیریم بزرگی حضرت انا می خیل بودن باید ما خاصتا آنهایی که سخت از امام دفاع میکنن دعوای محبت امام اعظم میکنن این خلقا باید در آنها یافت شود باید همین خیل چه خیلی که امام اعظم همسایه هاشون احترام میکردن باید چه همسایه های احترام کنند و من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه و کدام انسانی که به روز قیام با الله تعالی و روز قیامت ایمان داشته باشد مهمانش حرمت کند مهمان یعنی اینجا فلیکرم ضیفه صیغه واحد کتی آمدگی صیغه مفرد کتی لیکن مضاف شده آمساس المفرد اذا اضیف یعم مفتگی قایده های اگر مفرد مضاف شده اگر عمومی میشه این قایده گرامتیکی یعنی میگون که یک چیزی یکتینه اگر یکون چیز به نسبت داده شده اگر همشه دردار یعنی خانتا ما یکتا مهمان بیادم سخت مهمان بیادم چیه؟ احترام کرند اکن مهمان حرمت کرند اکن مهمان به بعض عالم ها میگن که قدری میخوردگیش ماندن اکن مثلا حقیقت کتاب های مذهب ابو حنیفه نقل کرده که نان خاصتا مهمان به از قدری میخوردگیش اضافه ماندن در کار نمیگن حاضر معرکه های مانده یکت معرکه هنده یکت در سخانه که ده کس میشیند ممکن 80 تا نان شد من یک جای دیدگی هم خیلم دیدگی آدم در بوری نونگام نونه من هم تو غرام کرگی تا آخرش در سخنه درست نی ده تا آدم باشد پنج تا نون مخورد می پنج تا نون مانا نکر نون خواستتا اما دیگر چیزها اختلاف است دیگر چیزها آیا بسیارتر از حاجت مهمان موندن درست می نمی قول سهه انشاءالله درست است مادامی که تکلف نشود چونکه ابراهیم علیه السلام وقتی که خانه شما دو نفر مهمان میبیاد یعنی جبریل و فرشته ها دو تا فرشته وقتی که میبیاد صورت آدمان رو ببیاد اینو نمیفهمم که اونها فرشته کار به قلبت احساس طرفی آقل بمیرم یک نواستی کلانو میکشم این دلالت میکند که میگون قدرت باشدگر مهمان به از حقش از میخوردگیش اضافه تر پیشش مونده ممکن سانی گفت که انا تاکلون آورده ما گفت که نمیخورید سه گفتن که ما فرشته هستیم نمیخوریم گفته در جواب گفتن یعنی این دلالت میکند که مهمانداری یعنی اگر قدرت داشته باشد از قدر مهمان اضافه تر موندن درست است و در نزد جمهوری علما سه شبانه روز مهمانداری کردن واجب است یعنی مهمان بیاد سه شبانه روز مهمانداری کردن واجب است سنی موندگیش صدقه است اگر چهارم روز و پنجم روز هم مهمانداری کنید و صدقه است خیرات است و حد دارید که وای کنید یعنی دست کشید از باقی مانده مهمانداری کردن و این هم بعض عالمان میگه این فقط اهل دیه ها و بادیه نشینا هست اما آنهایی که در شهر استقامت میکنن برای آنها مهمانداری کردن واجب نمیگن برای آنکه در شهر فندق ها هست یعنی مهمانخانه ها هست مهمانخانه فروردم یعنی خودش اصلا باید مهمانخانه ها خوب کنند چونکه اگر خاصتا خانه های دوخانگی
شرایطش تنگ انسان ها، اگر خانهش مهمان بیاد خواستن زنوشو این ویانده چی؟ اذیت میبیند. صاحبی چیست؟ خانه اذیت میدید. اما این خانه هایی که مثلا روی حوله است و بسیع است جان انشالله خیر است. لیکن مهمان خانتان با اگر نازل کنید خانتان با جاتید این ثوابش بزرگتر است. و اگر بعضی عالم ها میگن که خانهش مثلا شرایط نباشد پولی گسنسه داده گسنسه رو جا کنده میشد گفته که گپ ها هست در کتاب ها، یعنی پولش میدید و من امام من یک دور از اینجا دم گرید مثلا گفتم. فقط با همونم بهترش خانه برای اون که دلش به هرچی گپ میواد خواستن در جاهای ما که مهمانداری خانه نمیشد، این عرفی مانده نیست. مهمان مهمان بید گفته راست برده گسنسه رو جا کرده باندن، این من عطو بیزار گفته گپ عرفی مانده. لیکن دیگر جاها حتی مهمان خانشان رو تعام نمیتید، مهمان گیران مردم آشخانه میبرد تیار تعام های هست بیار میگوید مثلا هم به عرفی مردم به نگاه کرده کار میکنه برای مهمان حرومتی مهمان شود عرفی خودتان کنید کار کنید مهمان با. مثلا حقیقت میخیر که ما بعضی جا مهمان شده گی سمولیت خودی رفته گی پریده اونجا یک صدقه میستیم خلاص و پریده برفتن در کار دومش به وای مهمان مایه گرفته در سخان آخته گاز نمیشینه. مایه معقول نه. مایه هم گفت نیسته معقول که در ایدو خوراوی. مانده شده اون دیگه. وای میشینه تمی. حالاتی می فایدی مهمان منیو کرم اکو. وای اینو مهمانی بزرگ اینو فایده گرفتن در کار رفته. غمی خدای خوردن در کار نه. مهمان زیاد میشه. وای خورفتن میخواد. این خورفتن و فرصت نداده. وای او آش بدی دو ساعت میاد. یه اگل اینجا قطار کرگی. همه وقت برای فایده مهمان برای اکرام شود مهمان و حرمتش بجا بیاد. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه. کدام آدمی که به الله عز و جل و به روز قیامت اگر ایمان داشته باشد مهمانش حرمت کند. یک روز پیغمبر صلی الله علیه و سلم از خانشان برآمدن که کوچند ابوبکر و عمر دیدن. ای ابو بکر عمر ما اخرجکما من بطونکم من بیوتکما هذه الساعه. شما نه خانه هاتون این چکانه چی برآورد بودن که الجوع یا رسول الله ما یه گرسنگی بیرون برآورد بودن که والذی بعثنی بالحق ما اخرجنی الا الذی اخرجکما. حسن به نام آن ذاتی که منم پیغمبر کرده فرستانید در حقیقت منم از خانم آن چیزی که شما براورد همون چیز براورد، یعنی گرسنگی. سپس سه نفر خانه یک صحابه رفتم. خانه یک صحابه وقتی که رفتم راست پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابوبکر عمر در آمدن گفت که امروز گفت در همین عالم یکم انسانی نیست که مثل من با این مهمان های بزرگ داشته که باشم. پیغمبر بعدی پیغمبر احمد بهترین آدم ابو بکر سانی که عمر سانی راست کارده قبله طرفی آقل با نیوکر برافت سانی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم ایاک اول حلو گفتن از همون شیر میدادگی هاش پرهیز کن. یکانتا با گاوی شیر میدادگی بوزی شیر میدادگی با وای قربانی نکن گفتن. سانی رفته یک گزفند پخت زیرمانده آمد پیغمبر با احمد تمامی معقول چیزی گسفندی زیرباندگی بود خوردن ابو بکرم خوردن همه شان سیر شدن کوچه بروم دیگه نگفتن که ای ابو بکر عمر گفتن اخانه هاتون الله عز و جل شمونو گروسنو براوه با ناومید کردگیشنو با سیر گردانده در ورساس روز قیامت اهمی نیمت پرسیده میشتن گفتن. این چندی این وقت بیچه را گوشنو گشتگی چی باشد حال آنهایی که یک روز به سه مراتبی همین تمامی پیغمبر خوردگی میخورن هر روز همین خیلی شکم و سیر گزاراند و فرستاندگی. بنابراین نعمت های پروردگار است فرستیده میشود. خلاص این حدیثنده صحابه خرسان شد که من با این شب شخصی صاحبی مهمانی بزرگ نیست گفته سخت خرسان شده بود. این حدیث در صحیح بخاری و در صحیح مسلم روایت شده است. حقیقت بسیار چیز در بر میاد. یک ته مهمون مسئله مهمونی و علاوهیده سخن کردن در کار مسئله همسایگی و علاوهیده مسئله سخنگویی و خاموشی و علاوهیده
لیکن مثلا ما با قدر امکان مختصرا حدیث شرح دادیم. اگر اگر سوال هایی که متعلق به همین حدیث باشد اگر مرحبا، اگر سوال نباشد من سوال میتونم. ما گفتیم که در کتف راست فرشته هست کارهای خیر می نویسد، در کتف چپ فرشته هست که شر می نویسد. آیا اون کاری که نه خیر است و نه شر است نویشته می شود یا نه؟ کاری که مثلا مباح گناه هم نیست ثواب هم نه نویسته می شود می نمی کنی که جواب می دهد؟ نویسته می شود. دلیل احوا گازان نکنه، دلیل قرآن هم خدا مگد پیغمبر می گوه یا یک چیزی شنیده که تو. بعضی عالم گفتن که قولی سعی نویسته میشه. ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، هر یک لفظی که تلفظ میکنه مگر هم گفتن چی در نزد او رقیب است، یعنی مراقبت میکردگی محاسب نگاه میکردگی ذات هست، هم میوه چی می نویسد. این دلالت میکند که میگم یعنی همه گپ کار رو می نویسد، برای اونکه مباح هم یا برده به حرام میرسانند یا برده به حلال میرسانند. نیتی نیک کتی کند حلال است ثواب است، نیتی بد کتی کند حرام است. لا ادری با حسن سوالا، یعنی کدومش می نویسته که نمیدونم. این همون مقصد آیه برمیگردد. ما گفتیم که مثلا خوردم، اصلا خوردم مباح است. مثلا انا همین چاقنده یک پیاله اگر دونلو چای تنگر همون نوشته نیم من چی هست ثواب هم نه گناه هم نه، لیکن گم که یک خلقم تر کنم و با ناز گفت زنم گم ثواب هست. مثلا این به این هم می نویسم یا بسم الله بیت خورم خواستم ثواب هست، همون باید نگاه کرمی شد. اما کاری که مثلا یک گپی دنیوی عادیه که عاقبتش برده برده جنگ می رسنه، این طرفی گناه به نزدیک است. یک عالم بوده که خدا رحمت کند طرف های موریتانی هم ده به نهایت چی شخصی حقیقت سخت علم دار، سببش هم اصلا این آدم دوز بوده که یتیم که بوده که یتیمانده که پدرش نیست به تربیه که هست دوز متهم همه کاری اکاش طالب علم بوده که یک هفته یه بار می آمده که دم گریه بیاد اگر اهل محله همه شکایت میکره که این برای دادری تو شو خمینه نیست کنه اینجا درس ببرین هم زارین خدا این صافتیت میگونه همون خردسالیش حالی بلاغت به نرسته که میخه شو خوده میگرم میبرام. همین آدم طلب علم مقاد همین خیلی عالم میشد که حالی تاریخ موریتان افته که دولت این خیلی عالم نامده است، بسیار عالم بقاید دیگی. یکی از سبب هاش 160 ساله شده مردگی، این کمترین قول بعضی گفته که 180 افتگی، اما کمترین عالمی که سین نسبت داده گفته که 160 ساله شده مرد گفتگی. همین همش طلبی نکده گذاشتگی یک 7-8 سالش دوزیوی متهمی بچی ها شدگی موندگی همش طلبی علم کدی گذاشتی که شب و روز هم بایم این مرتب بارز لگه سیگریت میکشتی که سیگریت نه بروم دیگه اینده عالم ها اختلاف کرگی فهمش به نمیرفتی که آخیر همین چیز حرام حلال بی نه بروم دیگه اینده دود بیم تو دود عرق و قیاس کنی عرق و مانم نه حالی به یه دخترای طبیبا نبروم بدن که به یه کشف کره بروم که حقیقت سیگریت هم درمزد ضرر دار بوده کشه سونه ای ثبات کرن آخیر سرش هم نمید نفهمیدم. حتی عالمایی بودن که اینه مکروه گفتن، عالمایی بودن که هیچ گم نگفتن همون زمان هست و این داره توبه کرن اگه باشنو همه آدو ایجما کرده که حرام بوده که شوید و آدم سیگریت میکشتی. لیکن مسئله سیگریت به اگه اون کس کتی مناقشه قبول نمیکره گی کی که بیاد اونده من سیگریت حرام هست گفته مناقشه یعنی کشمکشی میکره گی شاید قبول نمیکره گی حیبتش بلند آخیر نخواد اونده یک آدمی عادی همون کاری یک عالمی کلام کتی بحث منابار کنند نه قبول نمیکره گی. سانی یک شاگرد پیش قدمشان که حقیقت بسیار مرتبی بلند برستگی بود
یک شاگرد اش مگوت کی یعنی شاگردشون شاگرد خودش مگوت کی پیشی وای بر آم مگوت حالتی ناز ناز پرینیش ناز بدنیده گو کی شیخ سیگریت روز قیامت پهلی ترازوی نیکی انسان با گذاشته میشد می یا بعد به میفته سوال دیگه این حرامی حلال میفته گرد نده یا لکن کدومش این سوال علمی حقیقت چخیل که این برادر گفتن که یعنی کاری مباح فرشته نیک می نویسد می یا فرشته اون فرشته که گناه می نویسد وای می نویسد می کدومش می نویسد هم با هم سوال مهم گفتن که سیگریت روز قیامت پهلوی خیر و عملهای ثوابی خیر انسان با داخل می شد می یا بدش می دوم گفتن که این سوالی تو نیفتی این سوالی فلان چی بفتی سوالی گفتن که پهلوی بد بنویسته می شد بچه هم گفتی نو توبه که غیر عمل است خلاص سوال هم اسلوبی عالم دعوت کننده و یعنی یک مرتبه رسید که استادش تا نیست که دعوت کنه استاد هم یک خطاگی می شد اصلاح کرده نکار خوش رو کرده نه اینکه بشی مردم برام ده امروز مزور شدیم استاد ما گذشتیم گفته استاد میشه مایده مایده کنه خیر نه باید چی همین خیر نه حالا تاکتی تنها این ده خوش رو کرده چی نصیحت کنه بابا اصلا این کلمه چیل غالبا افعال بنای سهرگر و ماندگی کلمه ها و این چیلیاسین ها فقط فعال بنا عمر میکنند هیچ محل دام الله بید یک شما چیلیاسین کنیم نمیگرد فعال بنا میکنند فعال بنا اما باور نکنید کدام آدمی که چیلیاسین میکنند یا بار پرسید که چو این کار کری باید اگر یا عیب فعال بنا گفتگی یا افعال بنا شنیدگی آدم عیب گفتگی همین خیلی مسئله داده که یک چیلی آسیب کن تا مفتن این نادرستی چیلی آسیب کرن نیست شریعتی است نگه اگر یک کس گفت که های گفت اگر مرحمن ما بسیار آدموی قابل اگر گفت که کروننده خدا بنا فلان جان گفته که اقراو چیلی آسیب خون تا پیامبر کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقراو چیلی آسیب یا اربعون مره یاسیب پیامبر چیل بار یاسیب میخوانن گفت یه برکه گفت قبول میکنی لیکن خیلی غم نیست های حدیث اقرأوا یاسین علی موتاکم در سنن آمدگی است که پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند که یاسین مرده هاتون رو قرائت کنید یعنی آنهایی که وقتی موتش نزدیک می شود همون موقع یاسین قرائت کنید تا این حدیث هم صحیح کرگین حدیث مختلف فی یعنی بعضی عالمای حدیث ضعیف گفتگی حدیث با قوت نه تو پیغمبر رسته نمیرد با قوت نه تا گفت یک آدم آنهای ما شما میگوید شما خودتون عمل شنیده که تونه به واسطه ها شنیده گی همین گفت من و تا چنه رسته اومد من گفتگی می نیمی بعضی ها گفته که گفت گفتگی نیه گفته که بعضی ها گفته که گفتگی ما بیننگی آدم ها باوری نیستی که همین خیلی حدیث و در حالت راست بوده که شام پیغمبر گفته که آن آدم هایی که وقتی مردانش نزدیک میشه تنها به یاسین قرائت کن تا گفتگی هیچ گم نه اگر اون کس یک آدم وقتی مردانش نزدیک شده باشد یاسین قرائت کند انشاءالله گناهکار نمیشود چون این حدیث برای سننی ترمذی در امام سیوطی سننانگی های همشه با قوت حساب میکنند و عالم حدیث است برای بنابراین حتی امام ترمذی هم میگوید که این کتاب من دو تا حدیث ضعیفه خلاص میگوید یعنی در نزد خودش دیگه موندگی همش صحیح است میگوید 5000 تا اضافه حدیث شاید نشد من جمله همین حدیث بنابراین یاسین یعنی وقتی چی بخوندن موتش نزدیک شدن و خوندم یک حدیثی سنده سالکه ضعیفتر آمدگی اما چی لیاسین با بعضی عددش هم میگود هفت کس شده خواند میگود اصلا هشت کس گود سال عقل بمیگرد هشت کس پنج باری خواند چیل بار میشد یه بار آمد یک زنه این که هفت کس شده رید آمد است چو هشت کس نه چو هشت کس نگم نمیدونم خیلی گفتم بود یعنی فال بین هم با نیست اگر یک کس یا و مویا بخوار کند که مویا فایده گیریم نه حقیقت من نمیدونم نیست در نظر ایمان موفقی علم ایمان نیست که این پیغمبر یا خدا چیلی آسیب کنتا مفتگی باشد قرآنده که انیق نیست حدیث های سیانده نیست های بخاری مسلمانده نیست سننانده نیست این گفت یکی اگر یک کس یافته موند بخوار کند همه غالبا و یا فال بینه اما اگر کسال
که اون کس اول ایوان اینه بیمار رو مکنه تمی خیلی نمی بیماری هایی که روحی هست و تقریبا هفت هشت پا تقسیم میشه و یه اول جدو کرن نکار راست اونده به یاسی خونه نکار نه کسی نه دیده برونده نکار که کنی کدام نمودی کسا بعضی ها هست که سهری تفریق شده گی سهری تفریق زن و شوی جدو کرن با سهر کرده گی زنش گامه بیند زنش شوش گامه بیند یا پدرش گامه بیند پدرش چی؟ بچه شکرانده میبینم یا دوتا اشنا در نازم یک برای اگر ایک شد بابی این سهری تفریق اول میفهمید سببی چی شد چی نه وقتی یکی میفهمید که دردش سهری تفریق است سونه همین به یرشه علاج میتیدیم به همی به علاجش یاسی نه خیل یا اینکه سهری محبت های یک آدم میخواه سهر کرد که زنش همین خیل ناز میبیند که تمام 24 ساعت اقفای زنش میگذار یا اینکه یک زنی بگانه همین خیلی ناز میند که تمام همه دین و دنیاش یک طرف مونده همون زنه که عبادت میکند گفت چی این گد میشند خیز گد میخیزا نماز با الله اکبر میگد نمی بیاد زنه اینجا بیاد گد میره این عبادت هست زنه که عبادت کرست همون پیامبر صلی الله علیه وسلم تئس عبد الدینار و دینهم زن هلاک شود بنده دینار و بنده درهم بعضی آدم های گفتن که بنده پول بودن بنده درهم بنده دینار یعنی برای پول شده همه کار رو میکنن $10 دید نصرانی میشه $10 دید تحریر میشه یکان حزب مدراد میبرود یکان رویه های نامطلوب مدراد یعنی دوی عبادت میکره از پوله پول بشده نماز بنام یا چوه گوید اصعاد و میموند یعنی باید خدا ده عبادت میکنه گفتی خدا بیا به نماز میگو بای میگو که من کار کن میگو پول جمع کن میگو گفتی پول اینجا رو میکنه های بنده پول هست این چونین اینا وقتی که همه این خیلی زنه که کی این کلون بونو که ناز میبیند مثلا خدا زنهای اهل جنت فقط قرآن ده زنهای پاک میگو مفهومی مخالفه زنهای دنیا زنهای پاک نیه برای اونکه پاک نیه خیر از نفاس پاک نیه از حیث پاک نیه از بول پاک نیه از نجاست پاک نیه از بوی دهان پاکنه از فیسی بینی پاکنه حقیقت این چیزا عبدالله ابن مسعود گفته که اگر یک تا زنه که نامحرم اگر محبوب شو عاشق شده مونه اگر همین چیزا شو یاد ادا بیار سن بعد میبینی گفته همین چیزای من گفته که همشه نامشه گفته کی هیچ غم نه همونا به سن دل نمونه گفته همون زن های اهل جنت زن های پاک است یک چند از ازواج مطهره برای اونها یعنی جنت یا زن های پاک است حقیقت پا خلاص خب سهری محبت بوده این یعنی یک آدم نازده بگی اینه دیدید می اکو اینه ایلاجشه برا آدم دکن سهری رب نازو بلا بسیار همین آخر هفته ها چند نفر به شما میبیاد همین مسئله که دید سهری رب یعنی علاقه گم میکند بین زن و شوهر علاقه نمیشد یا مرد ضعیف میکند یا زنک ضعیف میکند یا فرزند نمیشد سهر کرده اینا جدا کرد سهری جنون های جنونش آدم هیچی که نمیشنسد هیچی که گاب نمیزنه یا گاب نزند که معنا ندارد چی نی؟ برون دمی برواد سنه اینا همی درنی هفته آخران رو دیدم خیلی اینا اول جدا میکنه کسلیه سونه هم با نیوکره ایسا ده چه ایلاج نیسته میتیدی و ایلاج تهیم مکنه نه این که راز گرفته که نام یلا چلیاسین همه یعیشی چلیاسین کرد افتان درست نه این اول درد جدا کرد تا خونستان ده کن خب سوالتی فهمیدید می خلاص اگر کدام آدمی که بیمار باشد نزدی همی عالم ها بیان اگر انشاءالله درداشون جدا کرده ایسا ده درداشون موافق چی؟ دوا تایی میکنه این شو الحمدلله یک لاشکر یک ساعت کنیم یکنیم میو سبحانک اللهم بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک